میگه که هودل که میدونید چی بود دیگه، هولد. بله بله درسته. خب اینجا الان شما صفحه لپتاپ منو میبینید دیگه، درسته؟ این الان بیت کوین هودل ویو رو میبینید، یه نمودار رنگی شکله. درسته، بسیار خوب. توی این هم میاد به این صورت نشون میده که مثلا اینجا نگاه کن، میگه 2 تا 3 سال این سبزه کم رنگ است که نگهداری کردن، و همونطور که میبینید ببینید نموداره تو اون سبز پررنگش اینه که never move. یکی دوتا کیف پول هم میگن خب میتونه احتمالا برای خود ساتوشی باشه، و اینه که مثلا بالای 5 سال تکون ندادن رنگش این مقدار کمتر. میبینید از این حالت سبز یه دسته پررنگ اومده مثلا یه خروجی گرفته، اومده تبدیل شده به چیزهای دیگه، رنگ های دیگه که در بازهای زمانی مختلف چه شده، و اینایی که قرمز پررنگ هست اینجا. این داره حرف میزنه نمودار با ما، من اینو یه ذره بزرگش کنم. اینا مهمه ها، کمتر از یک روزه، یعنی این دیگه خدای دیلی تریدره دیگه، طرف کاملا رو اعصابه دیگه، 24 داره میخره میفروشه، که قاعدتا انسان احتمال خیلی زیادی نیست، یعنی قسمت عمدهش رباته، انسان نمیتونه انقدر انرژی بذاره بابت همچین چیز. میبینی قدیما 2012 13 حتی بین 2016 تا 17 این قرمز پررنگه مقدارش و میزانش زیاد بوده، همینطوری که میایم پایین تر میبینیم به مثلا کسی که 90 روزه اومدن چی میگن قرار گرفتن تو این حوزه، میبینید اینجا دیگه تاپ حالتهای این کیف پول هاست، و این شاخص مهمیه که وقتی که شما توی تحلیلتون به این نقطه میرسید که تعداد زیادی از منابع از کجا از کیف پول ها رفت به سمت صرافی یا برعکس از صرافی رفت سمت کیف پول، سیگنال خیلی معتبر معنیداریه، همون که 10 روز پیش بود فکر میکنم یا بیش از یک هفته که عدد قابل توجه بوده 2.5 میلیون بیت کوین توسط والها از کوین بیس اومده رفته سمت کیف پولای سخت افزاری، که یعنی نشون میده که فعلا فروشنده نیستن و این حجم خریدن بردن، علتش هم اینه که میخوان امنیت بیشتری داشته باشه، چون این دیدیم دیگه تو انواع کیف پول تو دوره گذشته که دو نوع کیف پول عمده داشتیم، هات و کولد داشتیم، ریسک پذیری از چی میگن کولد ولت به هات ولت کاهش ریسک پذیر ریسک تیزا افزایش پیدا میکرد، و آدم هایی که ریسک پذیر بیشتری داشتن میومدن روی این کیف پول های اینترنتی و اپلیکیشنی و وبسایتی منابع مالیشون رو نگهداری میکردن، چون اینا این هات ولت ها 24 وصلن به اینترنت، همیشه در دسترس این هکرها هستن و مرتب هم بهشون حمله میشه، اتفاقی که مثلا توی صرافی ها میفته، توی خدمتتون عرض کردم وبسایت های بانک ها میفته که از این هم مستثنا نیستن، و در نهایت اکتیو ساپلای که میاد توضیح میده و همینطوری داره نمونه های مختلفی رو برای ما اینجا توی این گزارش اعلام میکنه. ببین امثال این گزارش کم نیستن، شما جاهایی میتونید اینا رایگان بگیرید، در قالب خبرنامه میفرستن، یه سری اطلاعات کلی میدن، بعد تش می نویسن که مثلا تو کانکلوژن میگن توی این داستان شما مثلا این ابزارها رو هم باید چک کنید، اگر مثلا اطلاعات بیشتری میخواید مثلا من اینو توی گزارش یه سطح بالاتری دلیلش کردم، و قص الهازا تا اینجای داستان. من فقط خواستم که یک نمونه گزارش رو با هم ببینید، لینکش هم براتون گذاشتم، بی زحمت سر حوصله اینا رو ببینید. پس یه ترکیبایی با هم ترکیبای خوب در میاد، و اینا بر اساس بکتست آدم های مختلف، مدل بکتست مهمه، شاید مثلا این دام اون پارامترها هست 90 روزه 50 روزه یا 50 هفته ای 200 هفته ای میان در نظر میگیرن، و
این باعث میشه که یه مقدار تحلیل ها متفاوت باشه. حتما اون فاکتورها رو هم چک بکنید. اینا توی تحلیل، توی متدولوژی تحلیلشون حتما به این مسئله اشاره میکنن. ببینید این سایت رو که ما حالا MVRV رو قبلا باهاش دیده بودیم، روی MVT هم اطلاعات خوبی داره. من اینو کپی کنم بذارم این پایین بازم. ببخشید من این پیام شما رو دارم میخونم. لایو چه سطحی هست؟ آلت ها نسبت به بیت رشد میکنن با به نظرتون؟ بله، زمانی که بیت یه مقداری متوقف شد یا حالا اصلاحی داشته باشه، پتانسیال بیشتر، پتانسیل بیشتری دارن. آره این اتفاق تو روی آلت کوین ها میفته، میتونه بازدهی چند صد درصدی بده. یکی از این دوستان بورسی من که اومده بود تو، حالا از آدمای سرشناس هم هستن توی حوزه بازار سرمایه، جالب روی یکی دو تا ارز سود خوبی کرده بود، 150 درصد سود کرده بود. بعد میگفتش من تو عمرم انقدر سود نکردم بعد از این یه سالی که اینقدر دارم ضرر میکنم تو بورس، و خیلی راضی بود و کیف کرد تو این داستان. و اینها، این اتفاقا رو آلت کوین ها بیشتر از کوین یا حالا آلت کوین که خیلی رشد نکرده میفته. خب حالا تا شما سوالاتتون رو مینویسین، من برگردم دوباره به اینجا. ببینید من این MVT رو وقتی که اسکرول کنم بیام پایین این صفحه رو میبینید سه تا سیگنالینگ و اینوستمنت و سیگنالینگ و اینوستمنت و مونیتوری و نتورک پراپرتی رو داره به عنوان دستبندی های بزرگ. تو اینا اسکرول کنم بیام پایین تر، مثلا میبینی بیت کوین پرایس مدل رو داره، ام وی تی سیگنال رو داره، ام وی تی پرایس رو داره، بعد ام وی آر وی ریشیو، آر وی تی ریشیو. و این ور هم بیام ببینم توی دستبندی مارکت بهش بخوام نگاه بکنم، میگه اینوستمنت ریلیتد. حتی مثلا جالب این بحث بیت کوین و طلا هم داره که با هم یه نگاهی امروز بهش میندازیم. مونیتری پراپرتی داره، بیت کوین ولیدیتی داره، بیت کوین مانی ساپلای در ورسوس یو اس دی تی رو داره، نتورک پراپرتی داره که حالا میبینید تو بیت کوین انواع مختلفی رو مثلا سگویت اداپشن، این سگویت یادتونه دیگه داستانش چی بود دیگه، سرعت بالاتر، هزینه کمتر و این یه آپدیت عمل کرد برای بیت کوین. و هش پرایس بیت کوین هش پرایس رو اینا بزنم باز شه، که اینا همه فاکتورهای مهمیه. هیچ کدوم اینا تو تحلیل تکنیکال مربوط به ساپورت و رزیستنت و نمیدونم حالا پترن های مختلف تو تحلیل تکنیکال نیستش که بخواین ازش استفاده بکنین. اینا فقط تو یه زمره دیگه می گنجه و خب خیلی متاسفانه ازش استفاده نمیکنن. صرفا من به دفعات دیدم و هر روز با این مسئله دارم مواجه میشم که دوباره همه رو دارن درایو میکنن سمت تحلیل تکنیکال. خواهش میکنم ازتون، حالا شما قاعدتا بعد از این دوره مرجع خیلی از دوستان و اطرافیانتون قرار میگیرید، بهشون بگین تکنیکال باید بدونی، ولی شرط لازمه، کافی نیست. کفایتش کجاست؟ امثال این ابزار هاست. این ابزار هم با یه شبکه به وجود نیومده، به مرور زمان هی اومدن به قول از این دیتا ها استفاده کردن، از این به این نقاط رسیدن. بعضیشون هم اصلا فاکتورهایی به نام قیمت و حجم نداره که تو بگی یه ریشش ریشه یه تحلیل تکنیکاله، و خیلی هاشون هم زودتر از اون اتفاقی که تو قیمت میخواد بیفته اینجا بهت سیگنال میده. گزارش هم با هم یه نگاهی کردیم. خب من این تیکر رو یه نفسی بگیریم توضیحش بدم، بیام یه دونه جلوتر. یه کتابی از من شما خواسته بودین روی استرولوژی، لینک خریدش رو براتون بذارم.
ببخشید من آقای احمدی، من متوجه نشدم. متن قدیمی هست اینجا که میخونید؟ متن قدیمی هست اینجا که میخونید؟ منظورتون هم چارت بود این ریپورت هست؟ میخوایم میکروفونتون رو باز کنم توضیح بدین؟ چون واقعا خوندن بعضا هم فینگلیش نوشته میشه خیلی کار سختی. آها آها فهمیدم فهمیدم، من فکر کردم داریم میگین گزارش قدیمیه. یه لحظه تعجب کردم. بسیار عالی. خب این خب من برگردم اینجا، این کتاب رو یه بار اینجا با هم قیافش رو ببینیم. تو حوزه آسترولوژی خیلی کتاب های متعددی هست، خیلی کتاب های ریشه دار و قدیمی وجود داره که ازش میتونید استفاده کنید. این آدینه بوک هم که میدونید سفارش کتاب میده دیگه، معامله گری چرخه های نجومی و ستاره شناسی، ناشر، و حالا اومده قیمتش 20 تومن رو میتونید خریدن بکنید دیگه. حالا خیلی چیز قیمت دو تا کتاب هم، یه کتاب هم خودش داره پیشنهاد میده، عادت های معامله گری، 39 قانون قدرتمند جهانی در بازار سهام. خب اینا کتاب ها قویه دیگه.